اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. پرواز میکنم آن سوی آب و خاک ایران دردمندم را آواز میکنم. ای سرزمین جاویدان، ای مهد روشنایی و بیداری، این غربت مضاعف تا کی ادامه داره؟ تا کی این خیل روزخان زیبایی تو را با پنجه های خونینشان آزار میدهند؟ تا کی سرود حافظ و شکوه های خیام، اندوهواره های سپهری، آواز عاشقانه فرخزاد و دلنشین ترانه شاملو زندانی ولایت جهل است؟ تا کی بر باغ یاس های امین‌الدوله چنگال این علف ها این هرزگان دوست ستم میکنه؟ علیرضا نوری‌زاده، جمعه 21 ماه اوت، 31 مرداد ماه، به شما سلام. پریچه ای رو در بصره کشتن. دکتر رحام یعقوب بانوی بود که از 2 سال قبل هر فریادی در بصره علیه امامه ولی فقیه بلند شد او فریاد کشه نخسته. بانوی آزاده با شکوه در اتومبیلش تیر زدن، 3 نفر دیگرم با او خواستن بکشن، اونا عمرشون بود، ولی رهام در خون خود غلطی. دختر جوان، فارغ التحصیل، با سواد، اندیشمند، برای مثل اونای دیگه که در بغداد کشتنشون، مثل رفیق خلیلی که در بیروت کشتنشون. این پیوند شوم ولایت و مرگ پیوندی است که از 22 بهمن 57 گریبان ملت ما رو و امروز هم ادامه دارید میبینید. مصباحی عزیز، ابوالقاسم مصباحی، ما خیلی با جونمون مدیونیم به اون، با من تلفنی صحبت میکرد درباره دادگاه رفیق خلیلی و اشارات واضحی داشت که آقا داستان سال 88 این برنامه ریزی شده و دستور قتل حریری مستقیما از چاره آذربایجان اومد و قاسم سلیمانی مجری کلش بود، اگزیکیتیو دایرکتور، و بعد دیگه نوکرا بودن دیگه، مصطفی بدرالدین و خود حسن نصرالله نصر شیطان و عماد مغنیه و آقای عیاش و الباقیشون که این جانور رو مرتکبش شد، ولی دستور از تهران و دمشق صادر شد. چقدر تلخ. فلاح اسلامی رو هم خواستن بکشن، یه جوونی با نامزدش تو ماشین بود، زدن نامزدش کشته شد، خواستن اونو بدوستن نتونستن. خود فلاح 7 تیر خورد الان در بغداد با مرگ دست و پنجه نرم. فتنه ای که آقایون بردن به عراق، به سوریه، به لبنان، به یمن، لعنت به این فتنه. چند روز دیدم که اومدن آقای سفیر حوثی‌ها در ایران
رفته مراسم فارغ التحصیلی یه مشنین بچه های گشنه بدبخت. ما هم فارغ التحصیلی بچه ها شرکت داشتیم. منتها بچه هایی که برای تلویزیون اومدن، زندیات جعفریان براشون امکان فراهم کرد، اومدن مدرسه رادیو تلویزیون درس خوندن و بعد رفتن یمن، تلویزیون یمن رو پایه‌گذاری کرد. من خودم بعد تو یمن دیدمشون، یکیشون که زن ایرانی گرفته بود. حالا دست گلایی که ما به یمن میفرست. خبر مهم دیگر در رابطه با سفر آقای مصطفی کاظمی به واشنگتن، یه دیدار مفصل با آقای پومپیو تو هتلش داشت. دیروزم رفت به کاخ سفید، دیدار مفصل در کاخ به قول خودشون بیضاوی با آقای دونالد ترامپ. کاظمی حساب کتابش رو روشن کرد، گفته اعلانم کرده به ولایت فقیه اجازه نخواهد داد تو عراق هر نوع پا اندازی بکنه، پا اندازی قتل، پا اندازی فساد، پا اندازی دزدی، چون پا اندازندی میرن آقای نوری المالکی بهرش رو میبرن. یه انگشتر فروشه تای بازار دمشق که بعد یه مدتن بزازی کار میکرد، حالا سر به میلیارد زد. طایفه شیعه دزد خیلی جالبه، هیچ وقت سنی ها انقدر دزد نیستن، هیچ وقت. شیعه دزد چون آخوندش خمس و سهم امام داره و دزدی از بطنشون از تو حوزه شروع میشه، همونجوری که نون همون میدزدن. شیخ محمد یزدی میمد دو تا کاسه آبگوش از مرحوم شریعت مداری میگیره، پنج تا نون 50 تومن هم. ولی موقع رفتن به خونه این کیسه سنگینه داشت، یه تیکه از نون ربانی املشی میکن، یه تیکه از نون دیگه که دزدی تو ذاتشونه، طبیعتشون دزده. حالا هم که مملکتی دستشون است. خب من امروی مهمون عزیز دارم، پسرم که خیلی حرفشو دقیق میزن. یادتون هست درست اون روزایی که بورس تهران بومینگ، او حسن آقا تلفن میزه آقا دیروز خریدم به جان تو، یه روزه 700,000 تومان نصیبم شد. این پسر ما اومد گفت نه آقا اینجوری نیست، این یک بازی و موج کاذبی است که خیلی ها توی ضرر خواهند کرد. اجازه بدید من زیاد حرف نزنم، برم پسرامو بیارم و بگذارم او سخن بگه که در صحنه است و دقیقا کارا رو دنبال میکنه. نوید جمشیدی عزیزم درود به تو. درود بر شما آقای دکتر نوریزاده عزیز، سپاسگزارم از محبتهای همیشگیتون. درود میفرستم به همکاران خوب در تلویزیون خوب ایران فردا و بینندگان و شنوندگان این برنامه، در خدمتتون هستم. خب یه گزارش اول بورس به ما بده تا بعد به مسئله دیگه هم برسیم. بله، بورس رو همینجوری که حتما اکثر بیننده ها در اخبار داشتن، در هفته‌ای که گذشت حالت کاملا ریزشی پیدا کرد شاخص بورس و بازار به قول معروف حالت خرسی در آمد یا قرمز شد، صفهای فروش طولانی شد با اشکالات فنی زیادی که وجود داره در هسته معامله و غیره. ما دیدیم که حجم زیادی از سرمایه تمایل به خروج از بورس پیدا کرد. این تقریبا ما در حدود 7 ماه اخیر این عدد بزرگ در واقع تصمیم به خروج از بازار رو نداشتیم. 7 ماه قبلم وقتی بود که ایالات متحده قاسم سلیمانی رو کشت و خطر درگیری نظامی احساس می شد، مقدار زیادی از سهامداران اون موقع فروختند. البته الان با 7 ماه پیش خیلی فرق میکنه، به خاطر اینکه اکثر پول‌هایی که در این 7 ماه وارد بازار بورس شده توسط افراد خرد و سهامداران خرد هست که هیچ اطلاعی از بورس ندارند. ولیکن این هفته رو کسانی که در بازار سرمایه فعال هستن و در بورس می‌بینن که صفای فروش طولانی بود، سهام قرمز بود، اکثراً ریزش شدیدی بود. حالا باز ممکن هست آقایون با این سیاستی که پیش گرفتن در هفته بعد و هفته‌های آتی چند تا از این شرکت های زیانده رو به درد نخور و زمین خالی رو دوباره عرضه اولیه بکنن، یک شوکی بدن. ولی به هر حال تو این هفته هم بازار شوک بزرگی بهش داد
و نکته‌ای که خیلی از کارشناسان من باشون صحبت می‌کردم داشتن این بود که اگر اطمینان مردم و اعتماد مردم به بازار سرمایه کم و بورس از بین بره، دیگه به این راحتی بر نمی‌گرده و این چندین و چند هزار میلیارد تومانی که دولت برنامه ریزی کرده از این طریق در واقع هدایت بکنه به شرکت‌های ورشکسته‌اش، ممکنه که براشون مسئله ایجاد بشه. بیش از همه من میخوام که از مردم خواهش بکنم که هوشیار باشن. من هیچ وقت نمیگم که نرید انجام ندید، ولی هوشیار باشید، چون هیچ کس پاسخگوی شما نیست. ما در مملکتی هستیم که مؤسسه مالی اعتباری که بانک مرکزی تاییدش هم کرده بود اصل و فرع پول شما رو خورد و آبم از آب تکون داد. بورس که ذاتش ریسک است و شکست داره، اون موقع هیچ شما به کسی نمیتونید اعتراضی بکنید که چرا این اتفاق افتاده. و همینجاست باید خیلی هوشیار باشن. این هفته به هر حال یک رکورد 7 ماهه‌ای تو این 7 ماه پر سر صدا زده شد از قرمز شدن و در واقع خرسی شدن بازار بورس. نوید جان، این آدمای کوچیکی که میگی تو بازار بورس میان، اینا اوریج لاسشون خسارتشون چقدر میشه؟ تو چه مایه‌هایی ما داریم صحبت میکنیم؟ ببینید بستگی داره. اولا من که عرض میکنم کوچیک و اینها، یعنی که از نظر اطلاعات کم، دو به لحاظ خب سرمایه‌ای که میارن، این ارزهای اولیه هممیهنان داخل کشور بهتر میدونن عددهای خیلی کوچیکی میشه، باورتون نمیشه. حتی بعضی از ارزهای اولیه تا 10,000 تومان تو روز اول برای هر نفر میاد. 10,000 تومان، یعنی اینکه شما قبلترش توی بورس سهام عادی بخواید بخرید، زیر 500,000 تومان اصلا شارژ نمیکنه شما رو کارگزاری که این بشه. ولی ارزهای اولیه رو انقدر خرد کردن که تا این حدش هم میاد. و خب اون در واقع اگر خدای نکرده زیانی باشه یا اتفاقی بخواد بیفته، معمولا زمانی هست که بازار قرمز در صف فروش میرن و نمیتونن بفروشن. و خب به اون میزان سرمایه آوردند، اگر به موقع نرفته باشن بیرون، به همین میزان ممکنه که ضرر بکنن. حالا اگر یه مقداری بدانند، خود خود خارج بکنن، با سودشون بازی بکنن، طبیعتا از سود زیان میکنن. ولی غیر از اون باشه، هر مقداری آورده باشد میتونه که باعث زیان بشه. نکته مهم در مورد این سرمایه گذاران خرد اینه که اینها توسط سرمایه گذاران کلان که به حقوقی ها معروف هستن، اینا جهت داده میشن. یعنی سرمایه گذاران، من به چش بارها دیدم، اصلا شما نمیدونه اون شرکت کارش چیه، چون یه اسم نمادم هست دیگه. اصلا نمیدونه طرف چیه. اتفاقا دیشب جایی بودم، طرف گفت به یکی گفتم فلان سهامو بخر، بعد یه سال کلی هم سود کرد، ازم تشکر کرد. بعد یه سال که فروخت گفت حالا کار اینا چی بوده اصلا؟ گفت اینا پودره تو اینا درست میکردن، چون اسمای نمادها یه چیزه. یعنی حتی نمیدونم، فقط یکی میگه این چیزو بخر، بعدم مثلا گرون میشه بعد بفروش. به هر حال اون هوشیاری خیلی مهمه و اون جهت دادن حقوقی ها، یعنی یک موجی ایجاد میشه که الان فلان جا رو رفتن دارن سهامشو میخرن، برای سهامدار خود جذابیت ایجاد میشه که خب ما هم بریم بخریم لابد، یا بالعکسش در مواقع فروش و حالا چیزهای تخصصی دیگه. ولی به هر حال اگر خدایی نکرده که تو این هفته یه نشانی داد که بورس قابلیت ریزش داره، این اتفاق بیفته، این دیگه اتفاقی نیستش که بشه با این سادگی یا جمع و جورش کرد. این میتونه تبعات امنیتی برای خود جمهوری اسلامی هم داشته باشه. عجیبه نوید جان، این صحبتی که آقای مرعشی کرد و بعد آقای روحانی دنبالش گرفته، آقای جهانگیری و غیره راجبه که بیان نفت رو به مردم بفروشن، من همش یه سوال برای من مطرحه. حالا اینا اومدن فروختن، 200,000 میلیارد هم پول گرفتن، بعد این تعهد برای دولت قبلی ایجاد میکنه. شما هیچ وقت دولتی نداری که بیاد پول رو مردم بگیره بخوره، بعد دولت قبلی باید اینو بده. همین گنگکاری ها که زمان احمدی نژاد شد الان هم تکرار شده. خود مردم راجع به این آفر یا راجع به این پیشنهاد چی فکر میکنن؟ آیا واقعا فکر میکنن اینو نفتو بهشون میدن، 3 سال بعدم میگن به به بیاین نفت ما $30 رفت روش، سهمتون رو با $30 اضافه بفروشین؟ خیر، به هیچ عنوان اینطوری نیست. ببینید، اولا که این طرح هنوز نیامده، برگشت خورد، اعتراضاتی بود تو این درگیری‌های باندی که مسئول قوه قضاییه و رئیس مجلس اسلامی و اینها مخالفت‌هایی کردن با این موضوع. البته سر درگیری باندی بود که با حسن روحانی و در واقع دار به دستشون دارن. ولی نکته مهم این هستش که ببینید، اولا دو تا مسئله هست. یکی فروش اوراق سلف نفتی هست که این رو بعضی از همکاران اشتباه میکنن، این چیز جدیدی نیست، این چند ساله که داره انجام میشه در بورس انرژی و یه بورس نفت، اصلا استقبال خاصی هم ازش نشده.
اینها اومدن یه طرحی رو عنوان کردن که پته های نفتی رو در واقع بفروشن. خب در بورس های کلان دنیا این اتفاق البته به شکل کاملا تخصصی و در کلان اتفاق میفته، ولی اینها طبق اون برنامه‌ای که داشتن مثل بورس اوراق بهادار که افراد خود رو هم بیارن، پته ها رو اومدن بشکه‌ای گفتن، یعنی قیمت یه بشکه نفت. شما هیچ وقت توی بورس های غربی یه بشکه نفت رو تو بورس ارزن پته های بسیار بزرگتری هستش. ولی با توجه به درگیری های سیاسی خب این موضوع موفقیت پیدا نکرد، و با توجه به اینکه اینا اعلام کردن سود 19% دو ساله که در نهایت همون رو خواهند داد، این اصلا جذابیتی الان برای مردم نداره. یعنی اینا برن الان یه مقدار لپه بخرن سه ماه بعد خیلی گرونتر میفروشن تا 2-19% در 2-1 سال در واقع بخواد اتفاق بیفته. در هر حال نکته خیلی مهم آقای دکتر این هستش که ببینید به لحاظ لااقل اقتصادی جمهوری اسلامی الان کاملا داره گیج میزنه و برنامه مشخصی نداره. یعنی اینها این نیست که فکر کنید یک برنامه ریزی دقیق است. اینها هی نقدینگی هایی رو میخوان هدایت بکنن، این چند ماه رو رد بکنن، چون کسری بودجه امسال فاجعه است. گرچه که تقریبا 40 سال ما کسری بودجه داشتیم، هر سال کم و زیاد بوده، ولی بدونید ما سالهایی داشتیم که حداقل در یک سال 100 میلیارد دلار درآمد جمهوری اسلامی بوده از فروش نفت ایران، باز هم کسری بودجه داشتن. امسال که 1/20 این هم نیست و با این اوضاع و با این احوال اینها واقعا برنامه درستی ندارن. این کارها بورس فروش اوراق چه سلف باشه، چه اوراق قرضه باشه، چه اوراق مشارکت باشه، اینها بازیایی است که فقط گیج میخورن. یعنی فقط شما از این جیب به اون جیب. این پرسش شما که تو دولت بعد چی کار بکنن، این ترک انجام نمیشه. بر فرض محال هم بخواد انجام شه، مجبورن اون موقع هم یه اوراق دیگه در بیارن بفروشن، از یه سری دیگه اون پولو بگیرن بدن به اینها، مثل این کلاهبرداری که تو بازار هستن، این کلا اون کلا اصطلاحا میگن میکنن، از اون پولو بگیرن بدن به این کار رو انجام بدن. ولی اصلا این طرح های موضوع در این شرایط و در این حالات اصلا شدنی نیست، در این حالی که الان ما توی این پیچ تورمی که جامعه داره به سر میبره، ما اوضاع اولیه اقتصادی به هم ریخته. نمونهش ما توی این هفته گرانی نان رو داشتیم در خیلی از شهرها. خب وزارت سمت خوب، ما هیچ دستوری برای گرانی نان نداریم، ولی گزارش های میدانی ما در خیلی از جاهای کشور گرانی نان بود. تو کرمانشاه که اصلا خود یکی از مسئولینشون هم گفتن. این یک مثالی هست برای اینکه شما ببینید کل اوضاع اقتصادی چیست. حالا شما بیاین بگی من میخوام پته نفتی و اینا هم بفروشم که اصلا شدنی نیست. تازه تو درگیری های جناحیشون هم خودش هم اینا رو بهانه میکنن که در واقع مانع تراشی برای هم دیگه بکنن. باقر قالیباف برای حسن روحانی مانع تراشی کنه، این برای اون بکنه و این وسط مردم سرگردان. عجیبه عزیزم. یه نکته دیگه که باز برای مردم خیلی قابل توجهه، پرداخت به فساد. یه بازی کلانی پس پرده داره میشه. یه دفعه آقای پرویز فتاح میاد و صحبت از سوء استفاده های پدر عروس آقای خامنه ای میکنه، آقای حداد عادل، آقای ولایتی، آقای احمدی نژاد، دونه دونه اینا میگه، بعد میاد پوزش میخواد. یعنی بلا فاصله بعد از حرفای حداد عادل، آقای فتاح که میخواست آرایشی بکنه، بزکی کنه برای انتخاب ریاست جمهوری، صاف تو پوزش زدن و اومد معذرت. این چی بود داستان پوزش؟ بی اجازه این اومد و به حرفا رو زده بود؟ بله ببینید، با توجه به اینکه اون حرفا خیلی سرصدا کرد، ریاکشن های خود افراد رو داشت، از اون خانم ابتکار محمود احمدی نژاد، عرض کنم آقای حداد عادل و غیره، و بعد اونجوری به قول شما بلا فاصله عنوان کردیم واژه رو که به زرس قاطع میگم اشتباه بوده این حرفا. یعنی اصلا انگار که یک اسلحه اون برای دوربین به سمتش نشانه رفته بوده. اینقدر افراطی اینجور در واقع پس گرفتن حرف نشون میده که به احتمال زیاد این حرفا رو خواسته یک چراغ نیمه سبزی بوده، حالا این رفته کلا بیاره سر آورده، یا زورش نرسیده، یا بازی چرخیده، یک همچین چیزی میشه برداشت کرد. ولی به نظر من یه خیلی مهمتر از همه اینها که ذهن مردم رو هم مشغول کرد وقتی این حرفا رو شنیدن، اصلا این نبود که فتاح بخواد 1400 نمیدونم بیاست. اصلا مردم اهمیت دیگه نمیدن آقای دکتر در مملکت به این چیزا. مردم یه چیزی گفتن، بعد و بیراهاشون رو نمیگم چون برنامه تلویزیونی هست، مردم میگن اصلا کی گفته که اون ملک و زمین ها مال بنیاد بوده که حالا بنیاد اعتراض میکنه میگه ملک و زمین من رو مثلا احمدی نژاد رفته توش یا اون رفته توش. ببینید در ایران هم میهنان میدونن ما
موقعی که یک ملک یا زمینی میخواد خریداری شه، دو تا عنوان و خریدار حساسه که نباشه، میگن ریشه نداشته باشه یا ریشه بنیاد نداشته باشه. این رو همینان کاملا با این واژه ها آشنان. یا ریشه اوقاف. بنیاد و اوقاف یعنی چی؟ یعنی افرادی رو که از پیش از انقلاب اسلامی به زور در زمان انقلاب اومدن، زمین هاشون رو گرفتن، ملک هاشون رو گرفتن، غصب کردن، دزدیدن، مثل اتفاقی که برای امیرکبیر عبدالرحیم جعفری افتاد، مثل اتفاقی که برای املاک اوجب افتاد و و نمونه‌های بسیار بزرگ، به خصوص مرحوم خیامی بله. اون مرد بزرگ بله، همه اینها. الان شما این ملکی رو که مثلا برید ارزون باشه، میگن به خاطر اینکه بنیادیه. بنیادی یعنی چی؟ یعنی بنیاد مثلا 30 سال 40 سال پیش دزدیده، در واقع غصب کرده، یعنی غیر از این واژه رو نمیشه به کار برد. حالا ورده دو سه دستم چرخیده، بالاخره این اصطلاحاً حالا یا چشمی دنبال این زمین هست، یعنی شما زمین رو از مالکش نمیخری لااقل مستقیم. این واژه ریشه بنیادی یا در واقع ریشه اوقافی که همین وقف و اینایی که این داستانش هست خیلی جلوه. منظورم از این توضیحات این بود که اصلا مردم ما نه به فتاح، نه به بنیاد، نه به برنامه های بعدشون، نه به اونا اهمیت نمیدن، ولی میان میگن آقا شما مسئله رو همچین حل نشده بیاد و نگو که نشست اونجا میگی زمین 200 میلیارد تومان ملک میارزیده، مال بنیاد بوده. اون کی گفته اصلا مال بنیاد بوده که تو میای حالا اونجا؟ یعنی اصلا شما ریشت رو غلط اومدی گفتی. و فراوون هست آقای دکتر نوری‌زاده. ببینید از همه دیگه، از آقای مثل آقای حسن شمایی‌زاده مگه در مورد ملکش صحبت نکرد که اینجا اینجوری بود؟ و و و خیلی کسانی دیگه. عزیزم من یه چیزی، من با وجودی که نمیخوام بگم، ولی مورد خود من، هم آپارتمانم و هم زمینم. ببین یه نکته جالب بهت بگم، بعد از 6 تا سال خریدن و فروختن، تازه خونه ها مال بچه‌های من بوده، ارث پدری من بوده، یعنی اصلا ربطی به، و بعد من در زمان به قول اینا طاغوت روزنامه نگار بودم دیگه، خودت میدونی روزنامه نگار پولی نداره که بری که خونه بخره. از خونه های سندیکام نگرفتم چون خونه داشتم، بنابراین گفتم نرم خونه، شاید یه همکار من مستحق تر باشه. بعد از 6 دست یه آقایی به من یه روز زنگ زد، گفت آقای فلانی فلان فلان، من خونه شما رو خریدم، اینجا نشستم، نماز منو میگه قصبی نباشه. گفتم برادر من، تو رفتی تو خونه من نشستی، اما میخوای قصبی نباشه، خونه مال بچه های منه. گفت آقا ولی حالا من خریدم دیگه، چاره ندارم اینا. بعد خود او، من گفتم حلالت، برو نماز بخون، ولی خود اون برای من گفت باورت نمیشه، این چند دستی که خونه ها چرخیده بود، 6 دست پاسدار بودن، یعنی قشنگ تو خودشون این بازی ها رو میکنن. یا زمین من رو بالا کشیدن رفتن اونجا توی شهریار، رفتن برای خودشون باغ زدن و ویلا زدن و خونه درست کردن، 15,000 به زمین رفت. میخوام بهت بگم اینا نه اعتقادی به خدا دارن نه دین دارن، اینم بنیادشونه که آقای فتاح میاد میگه آقای حداد عادل 200 میلیارد تومان زمین گرفته برای مدرسه، بعدم درست نکرده، یا 400 میلیارد تومان. یا آقای ولایتی 150 میلیون قیمت خونه‌ش رو توی رستم‌آباد گذاشتن، نقد پولش رو بهش دادن، خونه سعدآباد رو بهش دادن 500 میلیون تومان یا 50 میلیون تومان، خونه که 10 میلیارد می‌ارزه 15 میلیون، به ماه 50,000 تومان. این آقای ولایت، اینا همه اموال مردمه، همه اموال مردمه. مرحوم خیامی رفت با چشم اشکبار که به این مملکت جز خدمت نکرد، همه زندگیشو بردن. لاجوردی ها خدمت کردن گروه صنعتی بشه. اون مرحوم رضایی، فولاد اهواز، رضایی چیپس درست میکرد با بچه علیلش میفروخت. شما فکر کن اینا چه کردن به مردم. مرحوم روحانی وزیر کشاورزی چه مرد پاک دامن درستی بود، کشتنش، خونش هم که مال همسرش بود ازش گرفتن. مرحوم ولیان همینطور. واقعا میخوام بهت بگم من متاسفم از این که چنین اتفاق بگذاریم تو حالا ایرانی، من نمیخوام زیاد از این حرفا بزنم. بعد اون وقت آقای دوست من، اون وقت یه نفر که اسمشو گشته همکار شما، حسین بازجوی شریعت مداری، در دماوند باغ و زندگی بهش تقدیم کردن به آقا دادن، اسم اونم نمیارن چون کسی جرئت نمیکنه سراغ اون بده. من همش برام حداد عادل معما شده و فکر میکنم آقای پرویز فتاح با ریاست جمهوری باید خداحافظی کنه. یعنی شما وقتی با یکی از اهالی اهل بیت
اینجوری این پتش رو میریزی رو آب دیگه تموم شد کارش. بله، پس مردم اینجوری واکنش نشون دادن. خب عزیزم، برگردیم به موضوع کرونا. چیزی که همه ما رو نگران کرده، همه ما رو، من هفته پیش شنیدم آقای سیستانی یک میلیارد دلار به دولت ایران پول داده برای مبارزه با کرونا. البته آقای سیستانی مثلا وقتی بهشون گفتیم که بهشون خبرش هم رسید که آقا این دختر نازنینی که اینا کف خیابون کشتن، این بخش عمده ای از زندگی خانواده رو او تامین میکرد و آیا شما آماده هستید یه کمکی بهش بکنید؟ از طریق یکی از بستگارشون گفتن نه، ایشون وارد کار سیاسی نمیشن، تو عراق میشن اما در وطن خودشون نمیشن. صد این پولم که یک میلیاردم که دادن. خب برامون گزارش کرونا رو بگو پسرم. خواهش میکنم. بله، خب متاسفانه اوضاع کرونایی در ایران اصلا خوب نیست. حاکمیت در عمل رها کرده مردم و کشور و سلامتش رو به لحاظ کرونا. آمارهایی هم که میده که الان همچنان آمارهای خود وزارت بهداشت هم بالا هست ولی قابل اطمینان و اتکا نیست، از قسمت‌های مختلف بررسی می‌کنیم. من اتفاقا چند روزی خودم بررسی می‌کردم، با توجه به آمار اطرافیانی که باشون تماس دارم، می‌دیدم تقریبا از هر 20 نفری که من تلفنی صحبت می‌کنم یک نفر درگیر هست خودش یا در خانواده‌اش با کرونا. و اینو اگر تعمیم به جمعیت بدیم طبیعتا آمار خیلی بزرگتر و بالاتر از چیزی میشه که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه. همکاران در روزنامه جهان صنعت هم مصاحبه‌ای داشتن با یک فردی که او ادعا کرده بود که آمار واقعی 20 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه و خب متأسفانه حرکت زشتی با این روزنامه انجام شد و این روزنامه رو توقیف کردن که بسیار بسیار این حرکت زشتی بود. بابت این کار ادعی رو بیکار کردن و این حرکت، یعنی نه اخطار دادن نه کاری کردن، یهو توقیف کردن و این فشارهای عجیب قوه قضاییه در این چند ماه من نمیدونم واقعا چه نیتی داره جز اینکه نفرت ایجاد بکنه در مقابل بقیه. و گزارش‌هایی رو بی بی سی داشت و جاهای دیگه داشتن که این آمار رو بالاتر می‌دیدن. واقعیت اینجاست که ما آمار دقیق نداریم، آمار میدانی خطرناک به نظر میرسه. دو هفته اخیر یه سری محدودیت‌هایی رو مجبور شد در تهران دولت ایجاد بکنه، اعلام کرد هفته دیگه هم می‌خواد ادامه بده، منتها خب میگم اینا منافع بالاتری دارن. هر بار که مثلا میان طرح و ترافیک رو که برای محدود کردن ماشین ها هستش رو میبندن، شهرداری چون از اون راه درآمد داره اعتراض میکنه، میاد میگه نه، اینا میان دوباره باز میذارن، میرن توی مترو اتوبوس، آمار کرونا میاد بالا، دوباره فشار میان، دوباره شهرداری میگه. یک حالت بدی اونجوری شده. از یه طرف دیگه ما کنکور سراسری رو داریم، دو سری کنکور که انجام شده. نکته جالب بود، من آمار رو نگاه میکردم هفته پیش، گروه هنر 11,000 داوطلب نرفتن کارت بگیرن و خب این احتمالاً به خاطر کرونا بوده. این هفته دو گروه ریاضی و انسانی 46,000 نفر نرفتن کارت بگیرن. دو کنسرت هزار که این نشون میده که اینها نبیجا همینجا نگرد رو ببخشید، همینجا نگرد رو، چون ما مجبوریم یه درنگ کوتاهی بکنیم، تکنیکالی هم باید کار بکنیم. و برگردم این مسئله خیلی مهمه کنکور. بریم قربانی نازنین با اون صدای مخملیش دلهای ما رو، دلهای پر از دردمون رو آرام گوش بود. به به سایه عزیز، شعر سایه و چقدر زیبا بود. و قربانی نازنین، قربانی روزی که تو مغرب ایستاد و خون چه کردن براش. همه نازنینان در واقع مردان یک مکتبن، سر مکتبدار و پیر طریق. استاد شجریان دلم برا تنگ شده، دل همه ما منتظر خبر خوشی هستیم که همایون بیاد بگه حال بابا بهتر. خب نوید عزیزم، کنکور رو میگفت و این ماجرای مصیبت بس که ادامه داد. بله همینطور است، عرض میکردم خدمتون که خب به هر حال این کنکور رو در این سه گروه که اجرا کردن، همینجوری که عرض کردم تو گروه هنر 11,000 نفر کارت نگرفتن، در واقع غایب بودن، و تو گروه مجموع ریاضی و انسانی هم 64,000 نفر از 500,000 نفر نیامدند.
و خب این نکته مهمی بود. یه مسئله تلخ دیگه هم تو خبر می‌دیدم این بود که برای گروه هنر حالا توی این بلبشویی که کنکور برگزار بشود نشود که شد، اوضاع کرونایی خطر، مدن گفتن که عده‌ای از سوالات هم لو رفته توسط وزارت علوم و یه سری فروختن و دزدیدن، یعنی در این شرایط هم واسه این دزدی‌ها متأسفانه داره انجام میشه. ولی خب این نگرانی کرونایی مردم زیاد هست. در نهایت هم من عرض بکنم خدمتتون یه چیز مهم در مورد کرونا این هست که واقعا کادر درمان در ایران تحت فشار هستند، علاوه بر کار سختشون در این ایام حمایت هم نمیشوند، حمایت مالی نمیشن، حقوق و اضافه کارشون، زمان قراردادهاشون، حالا شما فرض بکنید صبح تا شب با اون لباسا با این بیماری خطرناک درگیر هستید، حالا حقوق و اضافه کار و قراردادتون رو هم باید یه جور دیگه نگرانش باشین. واقعا تاسف برانگیزه و حالا امیدوارم که این اتفاقاتی که حالا در پیش داریم یه هفته ده روز آینده بو عرض کنم محرم و این غیره رو هم تا میشود در واقع جوری مردم حالا به هر حال کنترل بکنن که ما کشورمون وارد فاجعه نشه در زمینه کرونا. نوید جان، اولا اون ماجرای کنکور علوم انسانی رو برات بگم. این بازی ها رو هدف اینا اینه که اصولا علوم انسانی رو براندازن. دستور بالا رسید. اینا هدفشون اینه کسی حقوق نخونه، ادبیات و فلسفه و زبان نخونه. ماجرا به فقه و اصول از اینا، این بیش علوم انسانی. و طبیعتا هر سال اگه دقت بکنی یه بازی در یه سال سوالا لو میره، یه سال جور دیگه میشه، یه سال استاد طاغوتیه. خلاصا از این بازی ها و هدفشون اینه، اینا دشمنان اندیشه و فکر. اما اینکه راجب کادر درمانی داری میگی، دوست نازنین من که پزشکه و مدیر یه بیمارستان زار میزد برای من و از من میخواست که خواهش میکنم شما کاری فقط مردم رو آگاه کنید، مردم به مسئولیت خودشون واقف بشن، برای که ما نمیرسیم، نمیتونیم. وقتی 400 تا مراجعه داریم که 250 تاشون مشکوکه به کرونا هستن، ما چی کار بکنیم؟ 8 تا نرس دارم، 12 تا دکتر، مریضای دیگه هم از بیمار قلبی، از قندی، از نمیدونم عمل پروستات دارم فلان. یعنی واقعا التماس میکرد به مردم بگید مردم خودشون رعایت کنن. آقا عاشورا نرو، محرم نرو، حالا بذار مداحه 2 میلیارد گیرش نیاد، مهم نیست. بذار آقای ناصر ابوالمکارم شکرفروش یه خود کمتر پول به جیب بزنه. گذشت اون دورانی که محرم صفایی داشت. بابای شما به دنیا نیامده بودی پسرم. عموی مادر من مرحوم حاج میز باقری چیتگر تو میدون شاه کوچه شترداران یک خونه داشت که 50 تا اتاق داشت، همه اتاق هم به هم راه داشت. باورت نمیشه ظهر روز تاسو و عاشورا چه خبر بود اونجا. ولی همه اون آدم ها با خلوص بودن. اون لاته ای که غیر محرم 2 بوت عرق شبی میخورد، یه مالب به مشروب نمیزد و اونجا وقتی میمد با خلوص عشق میزید. حالا درست یا غلط، ولی با خلوص. ولی الان همش دکونه، همش عقبازیه. شما نگاه میکنی آقای جوونا میان اونجا برای کارهای دیگه و این بازیه. و من واقعا خواهش میکنم هموطنان عزیزم رعایت کنید. این بحران کرونا تو عاشورا تاسوعا میتونه برای ما چند روز دیگه مصیبت عظیمی بشه. حواستون رو جمع کنید. 3-4 روز دیگه بیشتر نمونده. در 7 روز دیگه به عاشورا تاسوعا خب عزیزم، حرف دیگری که ما در مورد فساد ناقص مون، این آقای طبری معمایی شده. شما به هر حال قبل از این یه سوالی می‌خواستم ازت بکنم. چندین بار بچه‌ها از من پرسیدن الان یه روزنامه نگاری که با همه خطرها روبروست، دیروز دم یکیشون به روحانی گفته بود آقا جان تو یه سال دیگه میری، ولی من هستم، من همچنان هستم. منظورم اینه که الان چقدر حقوق میگیری؟ درآمد یه روزنامه نگار حالا میان مایه وسط سنش 45-50 چقدر این حقوق میگیری؟ ببینید اوضاع اقتصادی مطبوعاتی خیلی خراب هست، طبیعتاً اولین لطمه هم توی تأخیر در پرداخت و حقوقی هست که به روزنامه نگاران، خبرنگاران و کادر اداری و غیره در واقع داده بشه. خب هم به علتش بحران‌های اقتصادی حجم آگهی‌ها و درآمدهای تبلیغاتی کم شده. خب تک فروشی‌ها اینها هم که اصلا معنی نداره با این اوضاع و قیمت‌ها و
این شرایطی که وجود داره، هیچ گونه حمایتی هم که انجام نمیشه. برای همین ما روزنامه‌های مستقل رو تقریبا رو به نابودی داریم میبینیم و خب جاهای غیر مستقل، جاهایی که ارگانی هستن، مثل خبرگزاری تصنیم و عرض کنم که روزنامه جوان و وطن امروز و و غیره و اینایی که هستن، اینا یک مقداری ممکنه بیشتر برسن بدن که اونا هم تازه دچار بحران‌های هستن. آدم تعجب می‌کنه مثلا همشهری الان دچار بحران اقتصادیه، پرتیراژ‌ترین روزنامه در واقع ایران هست و خب آگهیاش همیشه شهرت داشته و اینها، چاپونه‌شون رو تصمیم داشتن بفروشن. نمیدونم که این اتفاق افتاد یا نه، مستقل هم نیست، به شهرداری و شورای شهر ربط داره، قسمتیش رو سپاه روش پنجه داره و چیزهای مختلف، ولی اونها هم ابتدای سال بعد از عید تعدیل نیرو داشتن و هم اینها. به هر حال حقوقها با تأخیر پرداخت میشه خیلی زیاد، بیمه ها اکثرا ناقص هستش و اکثرا اصلا ندارن، بیمه نیستن. و خب میشه گفت الان من فکر میکنم که بین 2 میلیون تومان تا فرض بفهمه 7-8 میلیون تومان توی نشریه عادی هست، حالا تک و توکی ممکنه تو جای مثلا شهری بالاتر هم بگیرن، که این عدد با تورم این روزها و این ساعتها یعنی اصلا یک چیز بیمعنی. بله، یعنی اصلا شده این سازه. همینم با تأخیراتی میشه. البته روزنامه های مستقل خب میگم چاره جز تعطیلی ندارن. ما خودمون به عنوان مسئول به کسانی حقوق میدیم، خودمون این مشکلات رو داشتیم و داریم، منتها خب به جایی که حمایت بشود از اون طرف بدتر، نه تامین اجتماعی همکاری میکنه، عرض کنم نه وزارت کار همکاری میکنه، نه هیچ کمک و همراهی میشه. این یارانه، همین سوبسید کاغذ و مطبوعات و نشریات هم که یک ابزار کاملا در واقع میشه گفت سیاسی و عقیدتی دست وزارت ارشاد هست، برای اینکه بگه من هر کاری که من میگم انجام بده. این نمونه رو ما داشتیم، قانونا هست بر اساس تیراژ و عرض کنم نوع کاغذ و زمان انتشار به شما این پول رو بدن، ولی خب نگاه میکنیم که بدترین نوع کاغذ رو مثلا کیهان داره، تیراژ هم هیچی نداره، اصلا کسی کیهان نمیره بخره تو این ماهواره. اصلا هیچی، اصلا کسی کیهان نمیره بخره، کیفیت کاغذ هم بد، همه چیز بد، ولی جزو بزرگترین در واقع این سوبسیدهایی هستش که از ارشاد میگیره. تازه خودش هم جهه مستقل نیست، یعنی اینها بودجه دارن، ولی خب توی آگهی های دولتی و غیره. خلاصه اوضاع اقتصاد مطبوعات اصلا میشه گفت مرده است، اصلا حرفی برای گفتن نداره. منی که در آسیا دارم این خدمت شما عرض میکنم، آسیای ما زمانی پیش از اون حوادثی که در جریان هستین 17 سال پیش به قبل، پردرآمدترین روزنامه بخش خصوصی تاریخ مطبوعات ایران شد. یعنی ما اومدیم در این برهه که به قول شما از روزنامه کسی فکر نمیکرد پول بخواد درست بشه، به شیوه سالم درست، چون روزنامه اقتصادی هم بود، تعامل زیادی ایجاد شده بود، خود این همه سری برای ما البته مشکل همون موقع ایجاد کرد، ولی اومدیم مثل کاری که زنده‌یاد عبدالرحیم جعفری با کتاب کرد که ازش ثروت هم ساخت، یعنی کسی فکر نمیکرد با از کتاب بشه این کار رو کرد. ولی منی که دارم اینو عرض میکنم، میخوام میگم ما یک همچین عقبه‌ای بوده، تازه الان به این مرحله و اینجا رسیده که ما بخش آنلاینمون رو بیشتر در واقع آوردیم، تقویت کردیم و خب این بحران رو دارن. خیلی هم مجبور شدن این کار رو ترک بکنن، خیلی ها رو من میشناسم از بچه‌های خود ما و اینها که اصلا ترک میکنن دیگه، میگن روزنامه‌نگار سابق بودم من. یعنی عزیزم نوید جانم، اینو من فقط بهت بگم، من دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات بودم تو همون جریان انقلاب. 15,000 تومان حقوق میگرفتم، یه 3-4,000 تومان هم درآمد به عنوان اضافه کار رو بیشتر میموندم و تیتر اول و غیره. تو امید ایران هم 18,000 تومان حقوق داشتم، حالا پورسانت هم میگفتم. ولی میدونی اون مبلغ چی بود؟ واقعا مثل یه وزیر زندگی میکردم، یعنی درآمدم اینجوری بود با 17-18 هزار. و حالا تو داری صحبت از 7-8 میلیون میکنی که تازه هیچی هم نیست. ببین یه چیزی بهت بگم، از آسمان ستاره ای افتاد زمین خاکستر، ما این بودیم، یعنی ایران ما همون ستاره بود و برای دستمال قیصریه رو آتش زدیم و چنین مصیبتی گرفت. عزیزم برگردم به این خبری که باز ما رو خیلی نگران کرد. یکی از مدیران منابع طبیعی گیلان اشاره از برداشت خاک جنگل‌های هیرکانی کرده به صورت سیستماتیک و قاچاق. حالا غیر از درخت‌ها رو که دارن این کارو میکنن، مسئله مصادره بخشی از دماوند به عنوان اینکه وقفی بوده،
این میخوام بگم در جامعه، درست جامعه هزار درد بی درمان داره، ولی دماوند که سمبل ملیتش هست اینا واکنش ایجاد نمیکنه. واقعا مردم هیچی نمیگن راجع به این قضایا، جنگلشون غارت میشه، اینجوری میسوزه. من نمیدونم چی بگم راجع بهش. بله آقای دکتر، ببینید مردم کاملا اتفاقا دچار احساسات منفی میشن، خشمگین میشن، عصبانی میشن، به خصوص در مورد قضیه دماوند که حالا بی سر صدا هم ازش گذشته شد، یک چیز حرف مبهم مشکوکی هم بود که یک برش از قله تا دامنه، یعنی اصلا ریشه این حرف بی‌معنی بود. چون قله دماوند خب به درد چه چیزی میخوره؟ باز حال تو دامنش گفتن یک کاری کنن. اگر گفتن که میخواستن مواد معدنی و مواد زیرزمینیشو ببرن که اون نیاز به سند زدن نداشت، این کاری که دارن میکنن همه جای ایران، یعنی اصلا احتیاج به حرف زدن در موردش نبود. ولی من میخوام تفکیک بکنم تو این وقتی که داریم موضوع دماوند رو با جنگل‌های مازندران و شمال کشور. این هست که موضوع دماوند یه چیز مشکوکی بود، یه حرفی زده شد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، مردم هم خیلی ناراحت شدن، ولی آخه اصلا چیز ملموسی نبود. من مشاهده نمی‌کنم یه قاچ از این، مثلا یه برش از این قله تا دامنه، یعنی چی اتفاق میفته. ولی در مورد جنگل‌های مازندران خب مردم خیلی ناراحت میشن. منابع طبیعی ما، جنگل‌های مازندران در این 40 سال اخیر و گیلان به شدت کوچکتر شده از حجم تصاویر هوایی، چون ساخت و ساز توشون زیاد انجام شده، دقیقاً برعکس کارهایی که کشورهای دیگه دنیا میکنن. من چند سال پیش یک سفر رفته بودم به ویتنام که کشور پیشرفته هم نیست، اونجا ما رو بردن یه جایی، گفتن اون جنگل‌هایی که اونجا بوده یه بخشیش رو توسط با کمک ژاپن اومدن گسترش هم دادن، یعنی اضافه کردن با تکنولوژیه که ژاپن داره و کمک کرده. تازه ویتنام که کشور پیشرفته‌ای محسوب نمیشه به هیچ عنوان، ولی در اینجا از بین رفته. ولی نکته مهم اینجا این بازی کثیفی است که جمهوری اسلامی با مردم میکنه. آقای دکتر نوری‌زاده، در این چند ماه اخیر در سال جدید قیمت ملک، زمین، ویلا، آپارتمان و غیره در مازندران 10 تا 20 برابر شده و گهگاهی بیشتر، یعنی 1000%، 2000% افزایش پیدا کرده. مردم مستاصل از این که ارزش پول میاد پایین هی میگن بریم چیکار کنیم چیکار نکنیم، تهران هم ملک قیمت رفته بالا، اومدن سمت مازندران. توی یک جای پرد یه شالیزاری رو میگیرن، یه خورده اونجا ثبت میکنن، پول میدن، بعد شروع میکنن ساختن و چیز میکنن و یهو یه ساله مثلا 3 برابر قیمت اول اون رو میفروشن. مردم خودشون درگیر این بحران ها شدن، قانون گذاشت اونجا در واقع استانداری مازندران و غیره، که گفتن زمین هایی که در بافت هست میتونیم بسازیم. خب اینا انقدر اومدن توی زمین های کشاورزی و زراعی و جنگل و کوه، یه چیز جدیدی طبق معمول جمهوری اسلامی اضافه کردن، گفتن زمین های الحاق به بافت. گفتیم این الحاق به بافت یعنی چی؟ گفتن یعنی این نزدیک بافته، اگه اینو چند سال نگهش داریم بعدن بالاخره اونجا هم میشه ساخت. یعنی میان مثل کاری که میکنن یه جای امامزاده درست کنن، یواش یواش این زمینای دور و برشون میکنن شهرک و پاساژ و غیره و اینها میفروشن. منظور عرض من این بود که گفتم فرق داره موضوع جنگل ها، مردم رو، خود مردم رو انداختن به جون در واقع خودشون و منابع و میبرن اونجا و میاد میخیل خب من این زمین خریده مثلا ببین فلانی پارسال خرید 400 میلیون امسال فروخ 4 میلیارد تومان. خب این فکر میکنه با 400 میلیون تهران که چیزی نمیتونه بگیره، میره اونجا میگیره میفروشه. یه از این فکرایی که آخرش هم هیچی نیست، چون تو این فاصله بقیه چیزا هم گرون شده، یعنی اتفاقی نمیفته. ولی این بازی کثیف این هستش که میام میگم ببینید مردم رفتن اینجا خریدن اینو، مردم اومدن اون کارو کردن. پس یکی نیست بگید دولت معنیش چیه، شما قانونگذار معنیش چیه، شما یعنی چی الحاق به باف، یعنی چی نوک کوه و فنس کشیدین دور یه جنگلی که توش حیوان هست، اونو گذاشتین یه سال دیگه دور نگهبان گذاشتین، بعد از یه سال دیگه اونو عوض کردین و استاندار رو عوض کردیم فلان کردیم، یهو میرین اونجا یه چیزی میسازین واسه خودش میشه یه چیز قیمتی و خوب، هر کم نگاه میکنه دور برای جنگل و این گسترش پیدا میکنه. نوید جان، دو سه روز پیش علی عزیز یه فیلم پخش کرد، یه شهرکی در مازندران، من اصلا سرم سود کشید، یعنی بیولی هیلز بود، یعنی چیزایی که اونجا ساخته بودن. و خب مردم میرن نگاه میکنن، به دست مردم عادی که چنین چیزهایی نمیرسه و جمهوری اسلامی متوجه نیست. این خشم و کینهی که داره همینجوری تبلور پیدا میکنه. حالا کروناست، 6 ماه دیگه کرونا نبود، الان بعضی ها به این نتیجه رسیدن آقا اینو میخوان کرونا باشه ادامه پیدا کنه چون مردم نیان حقشون رو بخوان. ولی باور کن من کاملا دارم نقطه انفجار رو میبینم. یه روزی استاد دانشگاه از دوستانی که میشناسیش
به من ایراد گرفت، گفت کجا داری میری؟ سر جریانات دیماه بود. گفت علیرضا تو نمیدونی اینا اگه بیان بالای شهر چه کار خواهند کرد، و اشاره کرد به غضب مردم. گفت خشم به درجه ایست که اینا چیزی کمتر از تکه پاره کردن آتش زدن. بعد این آتش سوزی ها عزیزم، واکنش مردم چیه راجب این همه آتش سوزی در هر جا؟ حالا بعضی ها بگیم اسرائیل بود، بقیه چیه داستان؟ بله، مردم خیلی مشکوک هستن که البته اطلاعات خاصی نیست، ولی با توجه به سوابق جمهوری اسلامی در این 40-41 سال به هر اتفاقی مشکوک هستن که یک برنامه ریزی اطلاعاتی امنیتی پشتش باشه. این حجم از آتش سوزی یا این حجم از خرابکاری و خرابیایی که میاد، پیچ هم اصلا فکری به این که نمیدونم صهیونیست و اسرائیل رو عرض کنم که آمریکا و غیره، این چیزایی که گفته میشن مردم توجه ندارن. مردم هی با خودشون فکر میکنن، میگن آقا جان باز چه شده که اینا دارن این کار رو انجام میدن، چه اتفاقی افتاده که داره این پیش میاد. در این حال نگران و ناراحت هم میشن. به هر حال آتش سوزی منابع طبیعی کشور خودش یک چیز ناراحت کننده است، ولی نکته مهمش اون عدم اطمینان مردم هست. من خیلی کوتاه چند ثانیه هم در مورد اون موضوع، اون فیلمی که در شمال گفتید که احتمالاً اون شهر که امیردشت بوده خیلی دست به دست شده، همه دیدن، مثل فیلمایی که از فرض کنیم باستی هیلز لواسون میاد و اینها. اینجا هم بازی نکته ظریفی وجود داره و اون هم بازی کثیفی است که در اتاق‌های فکر آقایون میشه. اگر در مملکتی شاه فقید، اینو من شنیدم در یک مصاحبه هم گفته بود، افراد سالم کار بکنن، ثروتمند بشوند، توانمند بشوند، کاخ بسازن، قصر بسازن، قلعه بسازن، خوب زندگی کنن، هیچ ایرادی که نداره، هیچ چی کشور زیباتر هم می شود. این اصلا چیز منفی نیست. اگر کسی بیاید دزدی بکند، حق کسی دیگه‌ای رو بکنه، بنیاد مستضعفان شه، بره زمین یک فعال اقتصادی قبل گذشته رو که 60 سال کار کرده به دست آورده دستش بکشه بیرون، بعد پسرش و نوه‌ش و اینا بره اونجا بسازه، اون ایراد داره. اینی که ما یه شهرک زیبا داشته باشیم، معماری قشنگ داشته باشیم، تمیز شیک، به قول شما بیورلی هیلز داشته باشیم، من کسی تو آمریکا میاد بگه چرا اینجا بیورلی هیلز باشه، بله. اون بده، این خوبه، یعنی ما جای ارزش و ضد ارزش عوض نشه. و خود جمهوری اسلامی تحریک میکنه افراد فقیر رو که بگه ببین فلانی داره کجا زندگی میکنه، یک نیست بیاد بگه خب اون اگر کسی کار کرده، که البته عرض میکنم 80-85% این افراد منفی بوده و از راه درست به دست نیاوردن، ولی اون 10-15% رو ما این وسط گم نکنیم که اینها زحمت کشیدن، تلاش کردن، اینها بوده و زیبایی کاملا یه چیز خوبه، چه معماری زیبا، چه شهر زیبا، چه شهرک زیبا. اون کار بده که از اون طرف هم در واقع تظاهر هم بکنیم مثل اون آقای نمیدونم رحیمی و اینا با دهم نجات، بگیم من نون خوش میخورم یا هیچی ندارم، بدبختم، بگیم من بچه‌م تو خونه اجاره میشینه، اون بده، اون دروغه دیگه، اون نفاق دیگه، اون کار زشت هستش و بعد بله ثروت اصلا زشت نیست. کاملا درسته. ولی یه نکته دیگه هم که باز به نظر من قابل تعمله، بعضی از این آقایون خیلی پوز میدن، به خصوص مهمون خارجی که دارن، هی میبرن تهرون اون تیکه ها رو نشون میدن از بالای تهرون. ولی یک کارشناس به من میگه بلایی که اینا بر سر تهران آوردن، این بلا تا 2-3 قرن مردم گرفتارش، تمام این باغا از بین رفت، ساختمونای بلند، کوچه 5 متری بدون پارکینگ با اون یعنی داستانای. و بعد اگوی تهران، من نمیدونم این اگوی تهران واقعا فکری براش شده، واقعا مردم نگران این نیستن؟ این بویی که در بعضی از محله‌های تهران میاد چیه؟ بولوار الیزابت که زیباترین نقطه بود، حالا موشگاه شده، محل موشای 5 کیلویی، چی شد داستان واقعا؟ بله دقیقا همینطور آقای دکتر، اصلا هیچ حساب و کتابی در ساخت تهران وجود نداره به هیچ عنوان در ساخت و ساختها. حالا متخصصین بهتر میتونن نظر بدن. این موضوع اگو هم که شما اشاره فرمودین سالیان سال هست، فکر کنم از زمان آقای رفسنجانی این موضوع مطرح بوده که این اتفاق بیه. شما ببینید دو دور خاتمی، دو دور احمدی نژاد، الان دو دور، یعنی خیلی بیش از 20 سال از که 30 سال هست که این صحبت هست، هنوز همه جا وصل به سیستم اگو نیست، مشکل وجود داره، چه مشکل آب، چه مشکل فاضلاب، چه مشکل همه اینها، درخت‌ها و باغات هم که بله در شمیران خیلی جا از بین رفته. طبق معمول شهرداری قانون میذاره ظاهر قشنگ که میگه آقا شما بعد درخت اگر در یک ملک بود می‌سازی همون تعداد درخت هم بمونه باشه، ولی خب چیکار می‌کنن؟ شما میری پولشو میدی، یعنی شما یه درخت مثلا در فرشته، یه درخت 200 ساله 300 ساله رو
میره خطش میکنی بعد هم پولشو میدی، یعنی به همین سادگی شهرداری واسه ممل درآمد هستش. این از اون ولم هوا رو میخری دیگه، از اون ولم هوا بله. رو میخری پنج طبقه اضافه میذاری جایی که نباید سه طبقه بیشتر. ممنونم ازت پسرم، وقت ما تموم شد، ولی من باید که صحبت میکنم در اون که خوشحال میشم افسرده میشم وقتی یه جوونی مثل تو که الان تو باید موج میزدی، تو باید الان نماینده و مبشر خیر و خوشحالی و شادمانی بودی، چشمای تو از من غمگین تره. میبینم، حس میکنم شما جوونا چی میکش. باور کن بچهای منم که اینجان به محض اینکه یه فیلم از ایران میبینن چشما پر اشک میشه، یعنی حالت ها رو من میتونم حس کنم. ممنونم ازت نوید عزیزم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق نوید جمشیدی عزیزم، سردبیر آسیا آنلاین، همه شما را تا دیدار بعدی به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.